سایه سیاه کرونا از سر جهان کم شدنی نیست. هنوز خبرهای شیوع دوباره کرونا با سویه دلتا در جهان خبرساز و نگرانی‌هایی در مورد سویه لمدا ذهن‌ها رو بیشتر نگران کرده که دوباره خبر سازمان بهداشت جهانی همه رو غافلگیر می‌کنه. سویه خطرناک مو که از کولومبیا به اروپا رسیده. در بسیاری از کشورهای اروپایی دوباره محدودیت‌های کرونایی تشدید شده. انگلستان که در ورزشگاه‌ها رو به تماشاگران آن هم بدون ماسک باز کرده بود، حالا شاهد بیشترین موارد ابتلا از سال گذشته تا کنون است. مرگ و میر در آمریکا دوباره از 1000 نفر در روز عبور کرده. The pandemic rages across the US tonight. More than 1000 people are dying from COVID every day. در ایران هم موج پنجم طولانی تر از یمانه ها شده. همین امروز 595 خانواده داغدار عزیزانشون شدن. اگر نمی رفتم واقعا حالا مادرم بیشتر بود. نمیتونم خودم ببخشم واقعا. مقامات بهداشتی میگن سویه لمدا و مو هنوز به ایران نرسیده و کنترل مرزها تشدید شده. من به صراحت عرض میکنم که خوشبختانه تا کنون نه در تهران در هیچ کدوم از استان کشور شواهدی از کشف لامدا گزارش نشده، نه در شواهد بالینی، نه در شواهد بیمارستانی و نه در بررسی‌های توالیابی آزمایشگاهی. اما دیر یا زود مهمان‌های ناخوانده میرسن، همونطور که دلتا رسید. متخصصان میگن چاره کار دو چیزه: رعایت پروتکل‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون. دولت میگه سرعت واردات واکسن افزایش پیدا میکنه. واکسیناسیون عمومی که داره از طریق وزارت بهداشت دنبال میشه، هم واردات واکسن هم تولید واکسن که داره خبرهایی که میاد، افزایش تولید رو ما الحمدلله داریم، افزایش واردات هم داریم. اگر واکسیناسیون تا قبل از ورود سویه های جدید پیشرفت قابل ملاحظه ای بکنه، شاید کرونا خانواده های کمتری رو داغدار کنه. اما نگران کننده تر از واکسن کاهش سطح رعایت پروتکل ها به زیر 40%. عادی پنداری شرایط بزرگترین تهدید برای سلامت عموم مردمه.